أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بیننده های عزیز. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش خورم باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه های به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی، جوال ملکوتی مولا الموحدین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. با احترام افتخار در خدمت کارشناس خوب برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا حسینی. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدین. و علیکم السلام. منم عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و همه بینندگان برنامه خوب شما در سراسر این دنیای پهناور، و عرض تسلیت دارم شهادت ایام فاطمیه و شهادت صدیقه طاهره الزهرا مرضیه را خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز برنامه. سلامت باشید. همجور که مستحضر هستین، در ایام سوگواری دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم و شهادت ای بانوی بزرگوار خدمت همه شما بیننده های عزیز، خدمت کارشناس خوب برنامه، اخصا خدمت فرزند برومندشان حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که با ظهور خودشان منتقم خون این بانوی بزرگوار باشن. به همین مناسبت ما برنامه خود اختصاص دادیم به خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها که با کارشناس خوب برنامه در مورد خطبه بحث و گفتگو میکنیم. مقدمتا از جناب استاد تقاضا مندم که اولا در رابطه با معنای فدک برای ما معلومات بدن و بعد بفرمایند که آیا در رابطه با همچین حقی در قرآن کریم اشاره شده است یا نه، اگر اشاره شده به چه صورت است. بفرمایید جناب استاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و ثناء لله، الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء رحمت الله. منم به نوبه خود ایام فاطمیه را و شهادت صدیقه طاهره را محضر شما و بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. و در مورد سؤالی که شما کردین و موضوع بحث و برنامه ما خطبه فدکیه و سخنان حضرت و خطبه‌ای که در مسجد مدینه خوانده شده هست، حالا پیام‌های این خطبه زیاده. سؤالی که فعلا مطرح شده این است که در قرآن کریم کدام منشأ قرآنی و وحیانی دارد یا ندارد که سبب شده حضرت زهرا سلام الله علیها همچی خطبه ای را ایراد کرده باشه. در قرآن کریم در سوره حشر یک آیه هست و در سوره مبارکه اسراء آیه دیگر هست در همین مورد. در سوره مبارکه حشر پروردگار عالم می فرماید که ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى. اینها اینجا ذی القربای پیغمبر زهرای مرضیه سلام الله علیها است. زهرا در قرآن کریم از مقام و عظمتی بالایی برخوردار هست. او کوثر قرآن هست. او وقتی به پیامبر هم برسیم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دخترش رو ام ابیها میخواند، یعنی تکیگاه پدر یا مادر هستی نه تنها برای پیغمبر، چون پیغمبر خودش رحمت للعالمین هست، دخترش زهرا سلام الله علیها تکیگاه پدر نه تنها بلکه تکیگاه جامعه اسلامی هست و این مقام منزلت حضرت است. و چون ذوی القربای پیغمبر هست و یگانه دخت نبی نبی مکرم اسلام در دنیا هست، لذا میبینیم که در قرآن خدای متعال دستور میده در این آیه که هر آن چرا که خدای متعال به پیامبرش بازگردانده باید به ذی القربا لله و للرسول و لذی القربا داده بشه. و ذی القربا زهرای مرضیه سلام الله علیها است. و این این فدکی که را شما سوال فرمودید، فدک در حقیقت همان یک باغ و بستان و یک منطقه بسیار وسیعی بود، تقریبا دو روز از مدینه منوره فاصله داره. از یهودیای خیبر گرفتن که اونها تقریبا به پیامبر بخشیدن یا یک وجه المصالحه در بین صورت گرفت، پیامبر به اونها کاری نداشته باشه و این فدک را دادن به پیامبر و پیامبر هم رو داد به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. و در آیه دیگر میفرمه و آت ذی القربا حقه. ما ذی القربای غیر از زهرای مرضیان نزدیکترین کسی که قرابت با پیغمبر اکرم داره از وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها کسی را نمیشناسیم. و خدای متعال آتی فعل امر است، اینجا دستور میدهد که حق ذوی القربا باید داده بشه، لذا پیغمبر اکرم این حق را که مخصوص خود پیغمبر بود و بخشیش کرد به دخترش زهرای مرضیه سلام الله علیها که مشهور بود به باغ فدک. همین. درست، خیلی ممنون، تشکر میکنیم. لطف کنید در رابطه با قدمت تاریخی فدک
بیان بفرمایید و بعد بفرمایید که آیا بغیر از کتب شیعه آیا اشاره به کتب به سایر کتب سایر مذاهب و سایر ادیان هم به این قضیه شده است یا نه؟ فدک در تاریخ و در تمام تاریخ وقتی مطالعه میکنیم میبینیم تنها در کتب شیعه نیامده، تنها مورخان و محدثان شیعه به این امر مهم یا به این چیزی که حضرت صدیق سلام الله علیه رفته یک خطبه تقریبا یک ساعت یا کمتر بیشتر رو در مسجد مدینه ایراد کرده، در حضور مردم، در حضور صحابه، در حضور اصحاب انصار ایراد کرده، این یک چیز عادی نبوده، یک چیز معمولی نبوده. لذا میبینیم حتی اهل سنت در کتابهای مسعودی در مروج الذهب آورده این خطبه را و خیلی از بزرگان دیگر، ابن ابی الحدید در قرن هفتم در شرح نهج البلاغه به این خطبه اشاره کرده و متن این خطبه را ابن ابی الحدید آورده، آقای ابن جریر طبری در دلائل الامامه آمده این خطبه را آورده اینها، و یک کتاب خیلی قدیمی است به نام بلاغات النساء، زنهایی که خطبه ها در خطبه خواندن در سخن گفتن از بلاغت خوبی برخوردار بودن، خطبه های زنهای بلیغ را جمع آوری کرده، و یک خطبه دوم این کتاب بلاغ النساء که از آقای ابن تیفور هست، ابن تیفور هم شخصیتی است که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام زندگی میکنه، یعنی در سال 204 این آدم سال روز تولدش است به دنیا آمده، متولد شده، یعنی تقریبا 1200 سال قبل این آدم به دنیا آمده. همین آدم خطبه فدک را در کتابش آورده و جزء خطبه های بلیغی که یک زن قهرمان با فصاحت و بلاغت خطبه ایراد کرده این خطبه را آورده، و بعد کسان دیگری که آورده خدمت شما عرض، از سقیفت و الفدک داریم، مال آقای جوهری هست، نه تنها اهل شیعه، علمای شیعه و بزرگان شیعه که ما الا ماشاءالله در کتب معتبر شیعه داریم، در کتب اهل سنت همین هایی که نام بردیم اینا همه سنی بودن، این افراد سنی بودن، از ابن ابی الحدید گرفته، از مسعودی گرفته، از ابن جریر طبری گرفته، از این آقای ابن تیفور گرفته، همه اینها از علمای بزرگ و سرشناس و نامدار دنیای اسلام مخصوصا اهل سنت هستن. خب وقتی این خطبه رو آورده ما میبینیم که این خطبه از یک سیر سابقه تاریخی هم برخوردار بوده، از جمله یک کسی آمد خدمت زینب زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام، از حضرت سوال، از ایشان سوال کردن، گفتن که این خطبه ای که شما میگید از حضرت زهرا سلام الله علیها به ما رسیده، اشاره شده که این خطبه، نقل شده که این خطبه را فلان کسی، یک کسی دمو زمانش نام بردن که ایشان نقل کرده، این خطبه اصلا نسبتش به دختر پیامبر نمیرسه. اینجا بود که میگه زید ابن علی ابن الحسین فرمود که رأیت مشایخ آل ابی طالب یروونه عن آبائهم و یعلمونه ابناءهم، ما دیدیم که بزرگان آل ابی طالب این خطبه را نقل می‌کردند و به فرزندانشان به اولادشان تعلیم می‌دادند. این خطبه از این زمان نیست، در اون زمان من بزرگ خودم بزرگان آل ابی طالب را دیدم که این خطبه را به فرزندانشان یاد می‌دادند. پس می‌دانیم که این خطبه، حتی این سخن حضرت وقتی که ما گفتیم بلاغات النساء یکی از کتاب‌هایی است که خطبه‌های بلیغ را جمع آوری کرده از زنان نامدار تاریخ اسلام یا دنیای اسلام، خطبه حضرت زهرا از سلام الله علیها از جزء هست. بعد ما عبدالمنعم را داریم، آقای عبدالمنعم حتی با دیدن خطبه با خواندن خطبه حضرت صدیق سلام الله علیها آمده و این از جزء وابستگان حضرت، از جزء مشتاقان در خانه اهل بیت سلام الله علیها شده، که یک جمله زیبایی داره آقای عبدالمنعم در این کتاب خودش، میفرماید که به نور فاطمه اهتدیتو، من به نور فاطمه اهتدیتو، من به نور حضرت زهرا سلام الله علیها هدایت شدم، یعنی نور فاطمه، نور کلام اون حضرت این بود که دخل فی روحی کسمه فی اعماقی، وقتی در روحم، در جسمم، در بدنم، در قلبم، در ذهنم وارد شد، این کلام رو میخواندم، ظاهرا میگه از جایی گذر میکردن دیدن یک کسی این خطبه رو میخوانه، خطبه حضرت صدیقه را اونقدر در این آدم نفوذ کرد که خودش میفرماید که دخل فی روحی کسهم، مثل تیری در قلبم نشست این خطبه، لا تخرج من شخص عادی ولا عالم، یقین کردم که این خطبه از شخص عادی، از انسان عادی و از یک انسان عالم عادی خارج نشده، این اصل صدورش از یک انسان عادی و طبیعی نیست، بلکه باید کسی باشد که یک منشأ وحیانی داشته باشه، یک خاندان بزرگ باشه، به هر حال کسی باشه که با انسان‌های عادی و فرد عادی باید فرق داشته باشه. اینم از سیر تاریخی یا حدیثی که ما در کتاب‌های خودمان یا کتاب اهل سنت نگاه کنیم، می‌بینیم که نه تنها ما، نه تنها علمای ما، بلکه بزرگان اهل سنت سینه به سینه این خطبه را در کتاب‌هایشان نقل کرده و بیشترین از این کتاب‌های معتبر هم در کویت، در لبنان، در اینجا چاپ شده و معروف‌ترین چاپخانه‌های اینا هم چاپ کرده. احسنتم، درود بر شما جناب استاد. بیایم در رابطه با بها یا قیمت از
فدک صحبت بکنیم که وقتی مثلا ما به خود شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه میکنیم، کم شخصیتی نیست که بخواد بیاد در مورد یک همچین مسائل بخواد صحبت بکنه. خب شما ببین لطف کنید در رابطه با بها و قیمت از این فدک برای ما توضیح بدین که دارای چه بهایی بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن و در رابطه با از این قضیه فدک خطبه ای را ایراد کردن، و بعد بفرمایید که آیا در طول تاریخ بعد از شهادت فاطمه زهرا علیه سلام الله علیها آیا این فدک به ائمه اطهار برگشته یا نه؟ خب اینجا این سوال اولش به این برمیگرده که چقدر ارزش داشته، یا ارزش مادی داشته، ارزش معنوی داشته. اهل بیت سلام الله علیها همونطوری که در سوره دهر یا سوره هل اتی یا سوره انسان میخوانیم یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بعد در آیه دوم میفرماید که انما خدای متعال از زبان فاطمه و از زبان امیرالمؤمنین حکایت میکنه انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ما اصلا همه کارهای ما، اطعام ما، اکرام ما، اگر دستگیری از یتیم میکنیم، از مسکین میکنیم، از فقیر میکنیم، همه برای خداست دیگه. تشکر و قدردانی از کسی لازم نداریم. برای یک چیزی که ممکنه باغ باشه، بستان باشه، انگور باشه، یعنی احتمال نداره که حضرت صدیقه سلام الله علیها آمده این همه داد و بیداد و خطبه خوانده باشه، گریه کرده باشه. حتی در بعد فراز این خطبه میآید که حضرت وقتی سخن گفت تمام اهل مسجد به شیون و گریه درآمدن، همه مردم گریه کردن، حضرت خودش گریه کرد، پشت پرده آمد در مسجد مدینه، اونجا نشست، در بین زنان آمد، در حلقه محاصره از زنان آمد، و به هر حال یعنی این قدر خب پیام های زیادی داره که به اینها باز میپردازیم. منتها خدمت یا قیمت این فدک رو وقتی اشاره کنیم، در زمان مأمون آمد خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام، گفت من میخوام فدک رو به شما بازگردانم. خب در همون زمان مطرح بوده، یعنی به حضرت میگه که فدک رو از شما گرفته، غصب شده، من میخوام فدک رو به شما بازگردانم. حضرت سلام چقدر حضرت فرمود که شما باز نمیگردانید، یعنی اگرم نمیتوانی بازگردانی. گفت چقدر حالا قیمت اون فدک، محدوده اون فدک، بهای اون فدک، شما چی طلب دارید از ما؟ من باز میگردانم به شما. چون مأمون کسی بود که تقریبا هارون الرشید، مأمون الرشید پسرانش، اینها از حاکمان بزرگ دنیای اسلام بودند دیگه، به زعم خود یا جانشین پیامبر بودند، به علی حالی میگفتن خود را و حکومت میکردن. به حضرت فرمود که به حضرت عرض کرد که من میخوام این فدک رو به شما بازگردانم. حضرت فرمود نمیتوانی شما بازگردانید. گفت خب چی قدره؟ گفت تمام کشورهای اسلامی، محدوده کشورهای اسلامی را حضرت امام رضا علیه السلام نام برد. مأمون گفت که نصف کره زمین میشه، نصف کره زمین رو به شما بازگردانیم. مگر باغ نبوده بستان؟ به حضرت فرمود بله دیگه همینه، ما که دنبال باغ و بستان و انگور و میوه که نیستیم، این ولایت رو از ما گرفتن، یعنی به بهانه فدک ولایت ما رو غصب کردن، ولایت از ما گرفته شد. وقتی ولایت گرفته شد، ولایت محدودش همین هاست، کشورهای اسلامی همه محدوده ولایت ماست، ما ولایت بر کشورهای اسلامی داریم، لذا فدک همینه. به همین بهانه یکی از فلسفه غصب سیاسی فدک همین بود که بیاد بگیره، خلاصه این فدک را غصب بکنه، برای که هر جا نان نباشه کسی نمیره، خلوت کنه، در خانه ما رو خلوت بکنه. علی حال این وقت فدک غصب شد، دیدیم که دیگه همه رفتن از در خانه امیرالمومنین علیه السلام، و این انگیزه سیاسی غصب فدک بود تا اینکه هر جا نان و پلو نباشه. دنیای امروز هم همینطوریه دیگه، اونجا جماعت هم نخواهد رفت. خب جناب استاد، اگر این بحثش اگر کامل نشه، ان شاء الله ما یک فاصله کوتاه داریم، ان شاء الله بعد فاصله که برگشتیم با ادامه سوال در خدمت شما هستیم. بسیار خیلی تشکر میکنیم. خب بیننده های عزیز، یک فاصله کوتاه داریم، ان شاء الله باز بعد از فاصله با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب مجدد عرض میکنم خدمت همه شما بیننده های عزیز. امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشین و ما را تا آخر برنامه به همراه داشته باشین و مهمان خانه های گرم شما باشیم. و همچنین یک سلام مجدد عرض میکنیم خدمت کارشناس خوب برنامه جناب استاد حسینی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله جناب استاد. و علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام دارم. عرض سلام مجدد خدمت شما و بینندگان عزیز و در خدمت شما هستم. خب بیننده های عزیز، همچون که مستحضر هستین، موضوع برنامه امشب ما اختصاص داره به خطبه فاتحیه فاطمه زهرا سلام الله علیها، این بانوی بزرگوار دخت نبی مکرم اسلام سلام صلوات الله علیه. خب جناب استاد، بخوایم به سوالات بعدی وارد بشیم. ادعی نه، اغلبا یعنی بگیم خیلی ها مثلا اشکال میکنن بر جامعه اسلامی، بر قوانین و ضوابط اسلامی، که ها مثلا بیشتر خانم ها زنان در جامعه اسلامی در محرومیت قرار دارن، چه از ناحیه حجاب، چه از هر ناحیه که حساب بکنیم، خاصا از جامعه غربی بر هجومات علیه خانم ها در جامعه اسلامی مورد هجوم قرار داره، که مثلا بیشتر در تحریم اینا قرار داره. لطف کنید بفرمایید در خطبه فدکیه که فاطمه زهرا سلام الله علیها ایراد نمودن، آیا کدام پیام اجتماعی نسبت به و سیاسی و اخلاقی نسبت به خانم ها و سایر اشخاص شده است یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض کنم که در این خطبه حضرت صدیقه سلام الله علیها، حتی هم حرکت حضرت، حالا اینکه جامعه غربی میخواد چهره اسلام را مخدوش بکنه و یک اسلامی و یک دینی دستبندی شده مثل مصنوعات جامعه امروزی تحویل جامعه بده، اینها سر جای خودش، دشمن کار خودش رو میکنه، دشمن عادتش دشمنی است. همین که خدای متعال میفرماید که ان الشیطان لكم عدو مبین فاتخذوه عدوا، او دشمن است، شما به دشمنی قبول بکنید. ما دشمن را به هر حال باید به دشمنی قبول بکنیم. منتها در این حرکت حتی حضرت صدیقه سلام الله علیها از خانه که حرکت میکنه، وقتی اون کارمندان حضرت میآید از فدک، که فدک رو از ما گرفتن و خلاصه به هر حال ما رو از بیرون کردن از فدک، از کار فدک دست ما رو کوتاه کردن، حضرت صدیقه سلام الله علیها به یاد روزگار پدر میافتد. پدر رو به من بخشید، این همه احترام داشتم. یک روز پدر میآمد گفت تو ام ابی، انت ام ابی ها. یک روز پدر میآمد، حتی این احترام نسبت به ساحت قدسی زهرای مرضیه سلام الله علیها داشت. از دنیا هم که رفت به امیرالمومنین فرمود پیامبر که یا ابر ریحانتین اوسی که بر ریحانت من الدنیا، من نسبت به زهرای مرضیه وصیت میکنم. این روزگار یادش آمد. الان کارگزاران فدک را بیرون کرده از فدک، حضرت حرکت کرد. یک تعبیری داره در این اول این جمله‌ای که خطبه حضرت شروع میشود، میفرماید که حضرت وقتی حرکت کرد لافت خمارها علی رأسها. حالا مقدمتا این رو میخواستم عرض کنم که وقتی جامعه غربی اشکالات رو بر ما داره، بر دین ما داره، بر یا بر حجاب اسلامی داره که حجاب محدودیت هست، اونها همیشه حملهش همین بوده، میخواست دین رو دستبندی شده دست ما بده. دین که مصنوعی شد مثل شکل کاریکاتور رو پیدا میکنه، اونها میخواد یک دین کاریکاتوری دست ما بده و جوانان احساسی ما را هم فریب بده. اینا هم دنبالش با یک بهبه و چهچه حرکت بکنه. کاریکاتور رو میبینی، کاریکاتور همون انسانه، صورت انسانه، کاریکاتور انسان صورت انسانه، منتها فرق میکنه با صورت حقیقی و واقعی انسان. یا گردنش خیلی باریک از حد معمول باریکتره، یا دماغش خیلی بزرگتر و گندتره، یا لب و دندان از شرق و غرب صورت باز هست، یا پاها خیلی باریک است، شکم خیلی گنده است، یک چیزی خنده آوره. الان دینی که از غرب گرفته بشود یک چیزی خنده آور میشه، تنفر ایجاد میکنه در جامعه اسلام. ما دین رو باید در متن زندگی خود و در متن در متون دینی و اصلی دین نگاه بکنیم که چگونه هست. حضرت زهرا، خب وقتی نگاه بکنیم حق زنان در دین ما چطوره؟ یک زن وقتی ازدواج میکنه، دین ما دستور میدهد که ان المرأت ریحانتون ولیست بقهرمانه. دین ما زن را به سان گل نگاه میکنه، میگه قهرمانه نیست، برای کارهای سخت و طاقت فرسای میدانهای کارزار نیست زن. حتی جهاد در اسلام برای زنها واجب نیست. زن این تکلیف را از دوش زنها برداشته. در امور اجتماعی وارد میشویم، در امور خانه وقتی وارد میشویم، یک زن مربی اولاد هست، اما منتها اگر بخواهد از شوهر میتواند حق و حقوق بگیره برای که اولادش تربیت میکنه، بچهش رو تربیت میکنه، شیر میدهد، باید میتواند حقوق بگیره، پول بگیره از شوهرش که من بچه‌ت رو شیر میدهم. حق ندارم من یک مرد تحمیل بکنه که حتما تو وظیفه داری، چی برسد به این که بعضی ها بگه لباس را باید زن بشویه، از این حرفایی که در بعضی ها مطرح هست. خب این حقوق وقتی زنم از دنیا برود، اونجا میراث میبره از این مردش. وقتی ازدواجم میکنه، با اینکه نه حق نه نفقه فرزندان بر زن واجبن، حتی خرج خودش بر دوش شوهرش واجبه، واجب هست مرد که متکفلی همچی خرج و مصرف و نفقه در زندگی نمیشه، حق زندگی نداره. یعنی زن میتواند اصلا کفیل وکیل در طلاق بشه، خودش طلاقش رو بگیره، چون این آدم نمیخواهد خرجش را و نفقش را بدهد. و دیگه اشاراتی که داریم، وقتی زن پول در میاره در اسلام، مرد حق نداره پولش را خودش با کار
کاسبی خودش پول در آورده، با هنری خودش زن پول در آورده، مرد حق نداره پول خانمش رو بگیره. و حقوق زیادی در اسلام مطرحه. وقتی نگاه بکنیم خب این جامعه غربی که زن را امروز میبینیم که اگر روی شامپو هست عکس زن است، از روی استفاده ابزاری میکنه، اگر روی اجناس و کالاهایی که در بازار عرضه میکنه عکس زن هست، صورت زن هست و یک استفاده ابزاری و عالی میکنه. خب این یک مسئله. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبهش درسم اینه که وقتی یک زنی وارد اجتماع میشه، زنی وارد دانشگاه میشه، زنی وارد محیط کاری میشه، زنی وارد محیط مدیریتی خودش میشه و در جامعه با چی پوشش باید باشه، حضرت صدیقه این را اصلا خودش با عمل خودش، با حرکت خودش از خانه طرف مسجد النبی به نمایش میگذاره که اینجا در این جمله دارد که میفرماید لافت خمارها علی رأسها، حضرت خمارش را بر سرش گذاشت، که قرآن کریم میفرماید این رفتار حضرت قرآنی شروع میشه، قرآن محور هست در تمام خطبه اش، این حضرت به قرآن استدلال میکنه، حرکتش هم قرآنی است. وقتی قرآن میفرماید که ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، باید خمار پوشیده بشه، زن مسلمان با حیا و عفت و پاک، یعنی اصلا در معرض دید نامحرمان. ببخشید استاد، مراد از خمار همین چادر است دیگه. آره، خمار در عربی در قرآن در سوره مبارکه نور آمده، آیه 31 سوره مبارکه نور، خمار هست. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، جیب همین روی سینه را یا این زیر گردن را، خمار جیوب میگن، جیب میگن، بر حال بریدگی پیراهن پیش پیراهن جلو پیراهن را جیب میگن. اما وقتی میگه خمار، این همون روسری در فارسی ما میگیم مقنعه، در فارسی میگیم روسری. حضرت زهرا این روسریش را سر کرد و بعد در ادامه میفرماید که واشتملت به جلبابها، نه تنها با روسری بلکه با جلباب، اون چادری که تمام سر و پای حضرت را میگرفت، حضرت همینطور با یک هیئت عفیفانه و کریمانه حرکت کرد با جلالت. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، حضرت نه تنها اینکه حجابش را کامل کرد بلکه زنان اطراف حضرت حلقه زده بود، زنانی از من حفدت نساء قومی ها، از بنی هاشم بود، از غیر بنی هاشم بود، دوستان حضرت زهرا سلام الله علیها، بعض از زنهای اصحاب انصار بودن، آمدن حضرت در حلقه از زنها طرف مسجد رفت. طرف مسجدم که رفت، شما اینجا میبینید اشاره دارد که ما تخرم مشیت ها مشیت رسول الله، هر کی نگاه میکرد، وقتی نگاه میکرد این زنها میدید به یاد راه رفتن پیغمبر میافتاد. این اصلا میبینیم که زهرای مرضیه سلام الله علیها سیره پیغمبر رو عملی میکند. خب وقتی به مسجدم که آمد، مردم گریه کرد، صدای در قرآن ما نگاه میکنیم هم به جلباب اشاره شد، این نباید فراموش بشه، در قرآن اشاره به جلباب اشاره شده، یدنینه به جلابی بهن، این چادرها، این پوشش های سرتاسری که هیچ وقت ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، باید در برج نباشه، بدن زن در برج نباشه. حضرت زهرا این رو رعایت میکنه برای زن هایی که در محیط کاری میره شرکت میکنه، کار پیدا میکنه، دانشگاه ها میره، در مجمع های عمومی میره، این باید رعایت بشه. برج معنایش چیه که خدا میگه که ولا تبرج نه در برج در معرض دید ندید؟ ما در دبی داریم برج خلیفه، برج یعنی این چیزی که از همه جلوتر دیده میشه. زن نباید اعضای بدن خود را برج قرار بده که دیگر را ببینه. مثلا برج میلاد داریم در لندن، برج داریم در امین امارات، برج داریم، حتی برج یک چیزی که بیشتر از دیگر را دیده. ولا تبرج نه، شما کاری نکنید که لباسی بپوشید که بعضی از جاهای بدن شما زودتر دیده بشه و در معرض نامحرم باشه. حضرت این رعایت کرد. به مسجدم که آمد، وقتی خطبه را شروع میکند، ثم انت اجهش القوم لها بالبکا، وقتی به مسجد آمد پشت پرده بود حضرت، اینکه بیاد در جلو مردم گویا احساس بشود که حضرت خیلی بیشرمانه، نعوذ بالله و پناه بر خدا، سخن میراد، نه، پشت پرده اول گریه کرد حضرت. وقتی گریه کرد اجهش القوم بالبکا، که صدای گریه مردم بلند شد. مردم شاید حضرت گریه کرد، علتش این بود که جای پیغمبر را دید، شاید به یاد روزگار پیغمبر افتاد، همین جا بود که پیغمبر آیه تطهیر میخوان، همین جا بود که پیغمبر سوره کوثر میخوان که مصداقش زهرای مرضیه سلام الله علیها، گریه کرد. مردم هم چون روزگار سهمگینی بود، تازه پیغمبر از دنیا رفته بود، یعنی خیلی مدتی نمیگذشت که پیغمبر از دنیا رفته بود، مردم هم گریه کردن. تو یک دانه دختر داره پیغمبر، با دیدن یگانه دختر پیغمبر صدای گریه مردم هم بلند شد، که در اینجا تعبیر دارد که اجهش القوم لها بالبکا فرتج المجلس ثم امتهلت هنیئه، یک مدتی صبر کرد حضرت، حتی اذا اسکن نشیج القوم افتتح الكلام بحمد الله و ثناء علی، وقتی گریه مردم خاموش شد حضرت شروع کرد به کلام، اول حمد خدا کرد و سلام و بعد سلام و صلوات بر پیامبر فرستاد، فعاد القوم في بكائهم، به نام پیغمبر که رسید دوباره صدای گریه و شیون مردم بلند شد. مردم به یاد
روزگار زمان پیغمبر افتاد، فلما امسک عادت فی کلامها، بعد حضرت کلامش را ادامه داد. وقتی میبینیم حتی حرکات حضرت از حجاب و از پوشیدن جلباب و از حرکت و اینکه در معرض نامحرمان نبود، حتی اجازه نداد کسی به جمال دختر پیغمبر نگاه بکنه، در مسجدم که آمد از پشت پرده حرف زد، اینها همش پیام. اگر یک زن وارد میدانهای سیاسی میشه، وارد منابع و یا جاهای عمومی میشه، باید این را رعایت بکنه، این جلباب و این ما اگر وقت باشه فرصت باشه خیلی باید عرض کنیم این مطالب رو، ولی وقت برنامه ما اقتضا نمیکنه. و الا که در قرآن کریم از لباس گرفته، از قمیصی که در سوره مبارکه یوسف گرفته، از این جلبابی که در قرآن آمده و از سرابیلی که در قرآن آمده و از این خدمت شما عرشبه که از این خماری که در قرآن در سوره مبارکه نور آمده، همه اینها رو که نگاه بکنیم میبینیم پوشش های زمان پیامبر بهتر از پوشش های خیلی های زمان ما بوده است. تشکر میکنیم، بسیار خوب و عالی، انشالله که بتونیم از فاطمه زهرا الگو باشه. در واقع خب اگر کسی بخواد واقعا که نه افراد بکنه نه تفرید، واقعا در اسلام برای زن کدام محدودیت خاصی وجود نداره؟ یعنی بله، یعنی اسلام حق زن را ضایع نکرده، احسنت. بلکه لطف کرده. وقتی میگه المرأة ریحانه و لیست بقهرمانه، وقتی مرد میره در بیرون، از بیرون برمیگرده، باید چیکار بکنه؟ اولین هدیه را به دخترش بده، نه به پسرش. این یعنی احترام، یک نوع احترام، تکریم، لطافت با زنها. وقتی در خانه هم میآید، کسی حق نداره حتی از زنهای بیرون، از زنهای دیگر در حضور خانومش چیزی محسنات را صحبت بکنه، بهشان را کم بزنه و خیلی از چیزهای دیگر. شکر میکنم جناب استاد. خب بیننده های عزیز، یک فاصله کوتاه داریم، بعد از فاصله انشالله با ادامه برنامه در خدمت کارشناس خوب برنامه و مهمان شما هستیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنیم خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشین و تا آخر برنامه همراه ما باشید. و سلام مجدد عرض میکنیم خدمت کارشناس خوب برنامه. و نگفته نماند که موضوع برنامه از ما شرح و تفسیر خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که چون در ایام استشهاد ایبانی بزرگ قرار داریم، اختصاص دادیم این برنامه را به خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها. و با کارشناس خوب برنامه جناب استاد حسینی عزیز. خب جناب استاد، با ادامه بحث بپردازیم که آیا میشه از خطبه فدکیه که فاطمه زهرا سلام الله علیها ایراد کردن، آیا میشه به مقام علمی و معرفت توحیدی حضرت زهرا سلام الله علیها پی برد از لابلای متنی که در خطبه فدکیه ایراد کرد؟ اگر میشه بفرمایید شرک. من هم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همه بینندگان برنامه. خدمت شما عرض بشود که این سوال یک سوال اساسی هست و حضرت زهرا سلام الله علیها هم محتوای خطبهش بیشتر به این پرداخته و اثبات معرفت توحیدی حضرت صدیقه سلام الله علیها از لابلای تمام این خطبه تقریبا که حالا نیم ساعت طول کشته، یک ساعت طول کشته با این ساعت که معیار زمان ما هست، احتمال داره اثبات معرفت حضرت است، هم نسبت به خدای متعال، هم نسبت به وجود نازنین پیغمبر اکرم و هم نسبت به اسلام و قبل از اسلام و حتی معارف اسلام. اسلام رو حضرت بیان میکنه و از بدبختی های زمان قبل از اسلام و دوران جاهلیت حضرت صدیقه سلام الله علیها بازگو میکنه. وقتی که شروع میکند به حالا عمده سوال و مغز سوال این بود که معرفت توحیدی حضرت صدیقه سلام الله علیها از این خطبه آیا ظاهر میشه یا نمیشه، ما به عنوان یک منبع علمی میتوانیم این خطبه را استفاده کنیم یا نه، یا بگیم حضرت صدیقه سلام الله علیها را پیغمبر اکرم فرمود انت عالمتون غیر معلمه، شما عالمی غیر معلمه هستید، آیا میتوان اثبات کرد؟ ببینید در
در کلمات حضرت همچی چیزهای تبارز پیدا کرده یا نه. وقتی نگاه میکنیم حضرت وقتی آمد پشت همچونی که عرض کردیم پشت پرده قرار گرفت و مردم گریه کرد و ناله کرد و داد و فریاد مسجد مدینه را فرا گرفت، بعد حضرت اینجا بعد از حمد و ثنای بر خدا و صلوات و درود بر پدرش پیامبر و نیکان، اینجا حضرت شروع کرد به این جمله از خطبه: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمه جعل الاخلاص تأویلها. میبینیم که حضرت با شهادت بر وحدانیت خدای متعال شروع میکنه و بعد این کلمه رو شرح میده. این کلمه اونقدر عظیم است، اونقدر عظمت داره که بعضی ها نکات بسیار بزرگ را در تفسیر و شرح این کلمه ذکر کرده. این کلمه را حضرت امیر علیه السلام در اولین خطبه نهج البلاغه هم میفرماید که حالا اشاره دارد به اون جمله ای که حضرت میفرماید لا اله الا الله کلمه جعل الاخلاص تأویلها. خدای متعال اخلاص را کنه و مغز این کلمه قرار داده، یعنی با اخلاص می شود مراتب توحیدی را انسان طی کرد، به کمال توحیدی رسید، انسان یک انسان موحدی به معنای واقعی شد. چون موحد هم درجه داره، درجه بالا و بلند این توحید را می شود در وجود نازنین زهرای مرضیه سلام الله علیها دید. و حضرت در اینجا میفرماید که جعل خدای متعال کلمتون جعل الاخلاص تأویلها، این کلمه است که خدا این قرار داده، تأویل را اخلاص را تأویل این کلمه قرار داده. با اخلاص که حضرت امیر علیه السلام در اولین خطبه نهج البلاغه اشاره میکند به این جمله که حضرت میفرماید که کمال توحیدی الاخلاص له، کمال توحید اخلاص است، کمال توحید اخلاص است. دقیقاً زهرای مرضیه سلام الله علیها به همین نکته اشاره داره. امام رضا علیه السلام وقتی وارد نیشابور می شود، می بینید که نسبت به اهمیت این کلمه لا اله الا الله، وقتی به مردم میگه یک حرف می زنم بنویسید، همه می نویسه، این هزاران نفر کاغذ و قلم به دست، دوات به دست می دود از دنبال حضرت با سر با پاهای برهنه، که یک نکته مهم رو حضرت میگه، میگه کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی. این کلمه لا اله الا الله یک حصاره، یک حصار محکمه که هر کی داخل این کلمه بشه، که حضرت صدیقه اینجا بیان میکنه که البته تأویل کلمه لا اله الا الله اخلاص است، با اخلاص به مقام توحید نمیشود رسید. که بعضی ها این حدیث سلسله ذهب هم دال بر اینه و حضرت تاکید داره. بعد یک جملات را درباره این اصل ترکیب این کلمه لا اله الا الله داریم. وقتی نگاه میکنیم این کلمه لا اله الا الله با حصر آمده، حصر کرده تمام معبود غیر از خدا را خارج کرده. حضرت صدیقه با این جمله شروع میکنه، این جمله معنا داره، مفهوم داره، این جمله صدها مطلب روی این جمله و در درون این و بطن این جمله خوابیده هست. که میبینیم که با حصر آمده، اول با لای نفی، با لای نفی جنس آمده، نفی کرده تمام معبودای غیر از خدا را. چون ما معبود دیگه ممکنه در دنیا معبود غیر از خدا زیاد باشه. در قرآن میفرماید که ارایت من اتخذ الهه هوا، آیا میبینید بعضی ها معبودشان هوای نفسشانه، از روی هوای نفس حرام میخوره، با هوای نفس آدم میکشه، با هوای نفس حق مردم را ضایع میکنه، با هوای نفس فحش میده، با هوای نفس حق دیگران را، حق خانواده را ضایع میکنه، با هوای نفس برای نفس خودش خیلی کارها میکنه، اما برای خدا با اینکه اخلاص در کارش باشه. روی این کلمه اخلاص تاکید داره و میبینیم که این کلمه جالب است که نامش هم کلمه اخلاص هست. لا اله الا الله یعنی کلمه اخلاص، این کلمه نیست، کلمه مفرده، ولی این کلام هست. میبینیم مرکبه، کلام است، کلام مرکبه، ولی اینجا اسمش کلمه اخلاص هست و اخلاص هم در زندگی همه ما کاربرد داره. مثلا شما نگاه میکنید یک حدیث است که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی خدا رحمتش بکنه وقتی خدمت ایشان می آمدن نصیحتی بکند، میفرمود که اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. هر چی میتوانید اخلاص در زندگی پیاده بکنید، عمل رو خالص کنید که ناقد و نقاد که اعمال شما رو مینویسه خیلی بصیر است، خیلی بینا است. وقتی روز قیامت میشود میبینیم همین آقا در دنیا عمل انجام داده، اما روز قیامت نگاه میکند که نامه عملش که به دستش میرسد نقادی که و ناقدی که در دنیا نوشته، میگه مال ها یا ویلتا مال ها دل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچی فروگذار نکرده این نقاد، این ناقد پرونده عملی من هر آنچی بوده در دنیا نوشته کرده. پس عمل باید خالص باشه، که حضرت صدیقه میفرماید تأویل کلمه لا اله الا الله اخلاص هست. این یک جمله که خدای با این در این جمله با لای نفی آمده تمام معبودهای دیگر را، چی جسمی باشه چی غیر جسمی باشه، هوای نفس باشه، بود
باشه، اسنام باشه، شهرت باشه، قدرت باشه، ریاست باشه، هر چی که باشه، شهوت باشه، اینها خارج شده. بعد با کلمه الا آمده، کلمه الا دلالت بر حصر میکنه. اول آمده این غیر از خدای متعال هر معبود را خارج کرده، هر معبود را خارج کرده، فرق نمیکنه هوای نفس خودت باشه یا یک بوت لات عزا و هبل در خارج باشه. اما بعد با کلمه الا آمده حصر کرده عبادت، معبودیت را فقط در خدای متعال. میفرماید که آقا تمام وقتی در خدا میایی، وقتی خدا را اثبات میکنی، وقتی سالکی کوی حق هستی، دیگه هر چی غیر خدا هست دل از اونها بکن. که حضرت موسی وقتی وارد کوی تور شد گفت فخل انا علیک، وقتی سالکی کوی حق و در این مکان وادی قدسی وقتی داخل میشوی فخل انا علیک، دل و دست از بقیه بکن دیگه، فخل انا علیک انک بالوادی المقدس توا، که همچه وادی مقدسی پای جای هر کسی نیست، جای هر انسان ممکنه آلوده ای نباشه. بعد الله را ثابت میکنه. و نکته دیگری که در اینجا نهفته است این است که این کلمه لا اله الا الله مرکب از 15 حرف، 15 کلمه در اینجا تلفظ میشه یا 15 حرف در اینجا وجود داره. 15 حرف را به بزرگان اشاره داره، میگه که 15 حرف اشاره به درهای بهشت و جهنم داره. درهای بهشت 8 دروازه هست، دروازه جهنم 7 دروازه هست. اینجا هم لا اله الا الله به همین معنا اشاره داره. و یک نکته ظریفی که اینجا باید دقت شود این است که حضرت میخواد اشاره بکنه که، یا این کلمه میخواد اشاره بکنه که لا اله الا الله یعنی هر کسی که سراغ خدا رفت میشود جهنم، یعنی غیر خود، سراغ غیر خدا رفتن، یعنی در وادی زلالت و بدبختی غرق شدن، یعنی سوختن. که بعضی از اهل معرفت میگه که ممکن است جهنم اصلا عذاب آتشینا نباشه، انسان در عذاب وجدان بسازه روز قیامت. مثل کسی که در دنیا یک کار خطایی را انجام داده، کسی که یک عمر مرا نان داده، طعام داده، خدمت کرده، به من سرپرستی کرده، من هر حرفی که بهش گوش نکنم یک عذاب وجدان میگیره. ممکن این باشه. بعد درهای جهنم 7 تاست و درهای بهشت 8 تا. این کلمات به اون اشاره داره، ممکنه این هم باشه، ممکنه و تمام اینها را این کلمه در بر گرفته باشه. و نکته دیگری را که در اینجا باید اشاره کند این است که این کلمه لا اله الا الله اسم اعظم را داره. لا اله الا الله، خود اسم الله یا این لفظ جلاله مستجمع تمام صفات جمال و کمال است. وقتی این باشه خیلی اشارات زیاد داره. البته من دیگه بیشتر از این در این قسمت عرض نکنم خدمت شما. یک نکته اخیر را که اشاره بکنم نسبت به این که وقتی کلمه لا اله الا الله را حضرت میپردازد و میفرماید، بعد یک نکته دیگر هم در اینجا وجود داره، اینم بگم که در لا اله الا الله یک کلمه است که بدون ریا و تظاهر میشه گفت. اصلا در دهان ادا کنی کسی هم نفهمد که تو مشغول ذکر گفتن باشی. و چیزهای دیگه‌ای هم در اینجا وجود داره. یک نکته دیگری که اینجا نکته اخیر در این قسمت لا اله الا الله عرض کنم این که لا اله الا الله حرف اولش از لام گرفته شده، حرف آخرش با ه ختم شده. وقتی این جمله رو با هم بچسبانیم میشه لهو، اشاره به ملکیت خدای متعال داره. خدای وقتی میگیم لا اله الا الله یعنی همه عالم ملک خداست. له الملک، لهو میشه لهو، له الملک، له السماوات والارض، له الخلق، له الامر، که اینها آیات قرآن هست. وقتی نگاه میکنیم پس اینم اشاره به این داره که ملکیت مال خداست، ملکیت ما اعتباری است، این لباس برای ما اعتباری است، این انگشتر برای ما اعتباری است، این خلاصه این صحت بدن برای ما اعتباری است، این خوراک و این دیدن ها و این صحبت ها و این زبان و این بیان برای ما اعتباری است. ممکنه امروز باشه فردا نباشه. به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اون حول و اراده و قدرت خداگر نباشه من دیگه تابوت لازم دارم، بیشتر از چیزی ارزش مال خودم نیست، اینی من اعتباری هستم. بعد یک جمله ای که حضرت در اخیر میپردازد، در این اوائل این خطبه میپردازد، که در جمله حضرت خیلی معنای زیادی داره. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. حضرت اینجا یک شبهه ای را میخواد پاسخ بده. چون شبهه این است که آیا خدای متعال این زمین را، این خلقت را، این انسان و غیر انسان و حیوانات را، این کره و این عالم را که خلق کرده، اصلا این تمام کائنات را خلق کرده، از من شیء خلق کرده؟ اگر از منشأ خلق کرده باشد که خدا هنری نکرده. معنای منشأ این است که خدا خلق کرده، منشأ این از چیزی خلق کرده قبلا. من به اصطلاح ساده عرض کنم البته کپی کرده دیگه در واقع. آره یک جور کپی کرده باشه، باید مثلا نمونه باشه، الگو باشه، چارچوب باشه، قالبش اونجا باشه. وقتی از روی ازو خلق کرده باشه، پس خدای دیگه وجود داشته که او را خلق کرده، ای از روی ازو گرفته. پس این محال است برای خدای متعال، برای ذات ازلی خداوند. اگر بگیم که من لا شیء هست، از عدم خلق کرده، یک سری عدم را جمع کرده، اینم امکان نداره.
اینا محال است برای خدا که از معدوم چیز را خلق بکنه، معدومات را جمع بکنه، بعد به شکل انسان و غیر انسان و کائنات زمین خلق بکنه. پس نقیزی من شیء این چی هست؟ خدای متعال وقتی این خلقت را خلق کرده، حضرت صدیقه جالب اشاره میفرماید در این جمله، ابتدا الاشیاء لا من شیء، یعنی آقا نقیزی من شیء من لا شیء نیست، بلکه حضرت میفرماید نقیزی من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء، چون من لا شیء میشود که عدم باشه، از معدوم خلق کرده باشن، اما لا من شیء یعنی خود در ادامه میفرماید که لا من شیء کان قبله و انشأها بلا احتضاء امثله امتثلها، یعنی هیچ صورتی نبوده، هیچ مثالی نبوده، هیچ چارچوبی نبوده، هیچ الگویی نبوده، خدا از اینها این عالم را و این دنیا را و این کائنات را به وجود آورده. از اینجا میبینیم که حضرت صدیقه سلام الله علیها یک پرسیش یا شبهه را پاسخ گفته که حضرت امیر علیه السلام در خطبه وقتی برای بار دوم لشکرش را در صفین فرا میخواند همین را اشاره کرده. اونجا حضرت البته در خطبه حضرت این است که خلق الاشیاء، خلق الاشیاء، اما کلمات حضرت صدیقه سلام الله علیها یک نکته ظریف اجاره که میگه ابتدا الاشیاء، از چیزی مبدا، زمین دنیا مبدا هست، جدید هست، نه از چیزی گرفته شده، نه از معدوم است، نه از موجود، بلکه یک چیزی مبدا هست، یک چیزی جدید هست، یک چیز نو هست، بدون قالب و بدون الگو خلق شده و خدای متعال این را خلق کرده. وقتی نگاه میکنیم به این فرازهای از خطبه حضرت میبینیم که حضرت شبهه جواب گفته، حضرت امیر 25 سال بعد این جمله را در خطبه اش آورده، ولی حضرت زهرا در مسجد مدینه. این خطبه را کی میخونه؟ این خطبه را یک خانمی خوانده که 18 سال بیشتر نداره، در دنیا بیشتر از 18 بهار عمر نکرده، یک خانمی خوانده که عزادار پدر هست، یک خانمی خوانده که مصیبت های بیشتر از اینها دیده، یک خانمی خوانده که وقتی طرف مسجد میرفت به گفته راویان و محدثان و معتبرترین تاریخ نویسان اهل سنت در بین مسجد مدینه و خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها چندان فاصله نداره، ولی در بین راه میگه یک بار حضرت اونجا نشست روی زمین، یعنی نتوانست به یک بار خود را مسجد برسانه، در این فاصله کم باید بفهمیم چی مشکلی داشته حضرت. یک زن جوان 18 ساله در این سین بین خانه خود تا مسجد یک مرتبه در راه استراحت میکنه، به اصطلاح چند دقیقه می نشینه تا بتواند به مسجد برسه. نمیدانم خب از این قبل مشکل، این خطبه را یک همچی خانومی ایراد کرده، لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دخترش زهرا سلام الله علیها که میرسه میگه انت عالمون غیر معلمه، یا در جای دیگر میگه فداها ابوها، پدرت فدای تو باشه، پدرت قربانی همچی دختری. وقتی نگاه میکنیم و بعد فرازهای بعدی این خود برای این معرفت، حالا سوالی که شما مطرح کردین که آیا ما میتوانیم پی به معرفت توحیدی حضرت صدیقه سلام الله علیها ببریم و بشناسیم که حضرت صدیقه سلام الله علیها از چه مقام توحیدی و معرفت شناسی. وقتی در فرازهای بعدی که اگر جلسات بعدی اقتضا کرد عرض کنیم، وقتی میرسد که تشبیه میکنه به مردم، خطبه را وقتی آغاز میکنه به مردم میگه شما در کجا بودید؟ کنتم علی شفا حفره من النار، شما در پرتگاهی از آتش بودید، شما همان کسانی بودید که قرآن میفرماید اذا الاشاره اتلت، شما به دنیا با چنگ و دندان چسبیده بودید که وقتی خدا میخواست شما را از دنیا جدا کنه، از لات و عزا و هبل جدا بکنه، شما را از دخترکشی جدا بکنه، شما را از فرزندکشی جدا بکنه، ولا تقتل اولادکم من خشیت املاق، مردم از ترس گرسنگی بچه نکشید، فرزند نکشید، دختران زنده به گور نکنید. وقتی میخواست شما را از دنیا جدا کنه، طرف خودش، طرف خدا و یکتا پرستی بخونه، میگه اذا الاشاره اتلت، زمان برسد بر شما مردم که شترها تعطیل بشه. شتر چه؟ اشاره یعنی شترهایی که تازه بچه به دنیا آورده و باز دوباره حامله است، شیرده هم است، خیلی قیمت ترین گرانبهاترین اموال عرب بوده. اگر برای امروز باشه ممکنه بگه طیاره تعطیل میشه یک روزی، اینا اشاره داره و از یک معارف بسیار بلند و محتوای عظیم برخورداره که در قسمت های بعدی ان شاء الله میبینیم که حضرت پرداخته به پیامبر شناسی حضرت، قرآن شناسی حضرت و خدا شناسی حضرت در فرازهای بعدی نیز متبلور و متبارز هست. تشکر میکنیم، بسیار صحبت های خوب و برازنده و بسیار صحبت های مفید، ان شاء الله که بقیه دوست بره بقیه دوستا هم بیننده های عزیزم مفید بوده باشه. یک بار دیگه عرض تسلیه درز میکنیم، فرارسیدن شهادت، ایام شهادت دختر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما را از دعای خیر و خوب خودتان در هنگام عزاداری ها و در هنگام عباداتتان فراموش نبکنید که ما سخت محتاج دعاهای شما خوبان هستیم.
تقدیر تشکر میکنیم که امشب هم که ما را همراهی کردین و تا آخر برنامه همراه ما بودین، و همچنین تقدیر تشکر میکنیم از کارشناس خوب برنامه جناب استاد حسینی که قبول زحمت فرمودن و برنامه ما را منور کردن. ان شاء الله باشه که بر برنامه‌های بعدی ان شاء الله از وجود ایشان استفاده بکنیم. خب بیننده‌های عزیز، به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است. تا یک برنامه دیگه و یک وقت بیداری دیگه شما را به خدای پاک منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارش.